منم یاد خدا با عرض سلام، انشالله که جور صحت و سلامت باشین و از گزند روزگار در امان باشین. بازم شما را خوش آمدید میگم به گزارش امروز. موارث مجاهدی در خدمتتان هستم، اسایی چوره شهید کابل. البته در قسمتی که ما دو چوره شهید داریم به نظرم، یکی سمت سر شمالی است، یکی هم اینمی سایه دیبوری کابل میاد دیگه. آمدیم دینجا مطبق معمول ساده هست. بعضی کسا و دوستایی که امو گشت و گذار گفته بودن که من بکنین، متاسفانه دیگه که ازدهام طبق معمول مثل قبل آوری نیست ولی کمتر شده. اما با وجود ازی شهروندهای ما، وطندارای ما، عزیزای ما، کسایی که میاین بدون ضرورت، بدون نیاز، بهتر است که نبراین تا مواظب صحت خودش، فامیلش، همسایه‌هایشان، خلاصه تمام وطندارایشان باید باشند. چون اگر بدون ضرورت، بدون نیاز براین مشکل هست. اما هستند تعداد کسایی که نیاز دارن، نیازمند هستند. مثلا به خاطر پیدا کردن یک لقمه نان، به خاطر پیدا کردن آذوقه، به خاطر خودش و فامیلش براین در شار و کار بکنن. همینجا هم یکی از لولای ما فکر کنم در کراچی هست و قرار است که به کار برآمده. ای که چطور میگذره دیروزا، دیروزای قرنطینه کابل، بس خودشان پرسان میکنیم. سلام علیکم، چی حال داریم؟ بخیر؟ خوب هستیم؟ بخیر بشه، خوش بشه. منجور است؟ عافیت داریم؟ بخیر بشه. خب. نامتان است؟ ها؟ نامتان؟ نام اقبال. اقبال؟ اینجا چی میکنی اقبال جان؟ کراچیوانی مونم، برای کارمار نیه دیگه. چقدر دیر میشه کراچیوانی میکنی خودت؟ اینمی یک دو سه سال اینمی کراچیوانیه دیگه، کار نیه دیگه. در این روزا چطور است کار؟ چقدر کار میکنی روزانه؟ در روزانه یه کارت نیه دیگه، نیه باره، نیه کاره، یکی دکانه بسته یه دیگه. بیا کار، بیا کار مخصوص منم روز خرو بگاون، بگا پس منو خانه، گشنه توشنه دیگه. خب. کاملا بیکار هست دیگه. در طول روز کار چقدر میکنین؟ مثلا اگر کار براتون باشه نهایتش چقدر، تا چقدر کار میکنین؟ کار اگر باشه، کار کو کار دیگه، کاش کار باشه. کار باشه که ما خود میگم که کار باشه، غریب باشه خوبه، نیه ید نیه دیگه. تشکر. مواظب خودتان هم باشین کاکا جان، بهتر میشه. خوبه؟ جور باشه، بخیر باشه، خوبه باشه. تشکر. وطنداره ما خب میاین به کار بر خاطر روز و روزگار، به خاطر پیدا کردن یک لقمه نان. سخت تمام میشه برای زیرا گفتم کسایی که کارگر هستن اینجا کار میکنن، برای زیرا بسیار سخت تمام میشه. باید حداقل به دقت بکنن که در شهر و بازار که میاین، خدا نخواسته کسایی که مصاب هست از اونا باید فاصله بگیرن. دومنی که ما قبلا هم اشاره کردم که ما قشر غریب و فقیر و بیچاره زیاد داریم در افغانستان، به من خاطر باید توجه بیشتر خود وطنداره ما هم داشته باشن. کسایی که دارن از دارایی خوب برخوردار هستن، بین بمی کسایی که فقیر و نادار و بیچاره هستن کمک بکنن. در تصویر اگر مسعود جان نشان بده اون طرف را ببینید، کارگرای زیادی هستن که مثلا اینجا اومدن کار میکنن، زحمت میکشن. ریاست تنظیف شهرداری کابل هم برآمده و به خاطر زمین ساحه‌ای که باید ضد عفونی بکنن کار بکنن، به خاطر از اونا بیرون برآمدن، زیادترشان زحمت میکشن و اینا تیمی هستن که واقعا هم خستگی ناپذیر میاین، زحمت میکشن، کار میکنن به خاطر همین کشور، به خاطر اینمی ملتی که ما شما البته میبینیم مردم فقیر و بیچاره و غریب و زیادتر به این طرف میبرن. اما بازم کوشش بکنن وطندارای ما اگر ضرورت ندارن، بدون ضرورت، بدون نیاز از خانه بیرون نشن، نه تنها به خاطر صحت خود بلکه به خاطر صحت فامیلش، همسایه‌هایشان، در خانواده که زندگی میکنه، به خاطر صحت اینا بسیار زیاد مهم است که اینا توجه بکنن، بیرون نبراین. اکثر کسایی که برآمدن هم اونا مثل که بیشتر کسایی که کراچیوانی میکرد خودش هم گفت که غریبی است، به خاطر غریبی و مجبوری و بیچارگی برآمدن. هیچ کسی از روی شوق نمیبره و اگر
احتمالا مثل که یکی از گزارش ها را شما هم دیدین که کامرای یکی از کوکایی که سنشان نسبتا پخته تر بود گفتم چرا برآمدین؟ گفت که برآمدین تا یکم تفریح کنم. خب قرار نیست در این روزا و این همه قسمی زیادتر کسایی که تجار هستن از دارای خوب برخوردار هستن. در این روزا بسیار مهم هست که باید اینا توجه بکنن به صحت خودشان. چرا صحت میگن سلامتی میاره. اگر به مواظب خودشان باشه، مواظب دیگه همسایه خود، فامیل خود بودن میتونه. و به خاطر از اینکه فقر شکن شوه، همه تجارای ما باید دست به یکی بکنن، بیان همراه کسایی که ندارن، بیچاره هستن، غریب هستن، کمکی بکنن. ما باور داریم که انشالله نتیجه خوبی خواهد داد. بیشتر سایه که به طرف فکر کنم گلای دواخانه میاد، سایه گلای دواخانه ما برای نسبتا ازدهام نسبت به قبلا بسیار کم شده. یعنی پلیس ملی از هر طرف گشت و گذار میکنه، سرکایی که البته کوچه های فرعی که به سرک های عمومی برآمده بودن، نفری که برآمدن در طرف چک پوینت انداخته تا هم بدون ضرورت نمونندشان که بیرون براین و یا هم گشت و گذار در شهر و بازار بکنن. گزارش امروز ما از سایه چارگی شهید کابل تقدیمتان کردیم که زیادتر کسایی که در اینجا هستن، من در تصویر پیشتر مسعود جان به شما نشان داد که اون طرف هم کراچی اونا بود و این طرف هم کراچی اونا بودن و اینجا هم دکانای بعض دکانای دیگه هستن که مثلا سبزی فروشی هست و گاز فروشی هست، قصابی هست و همانندی دکانای زیاد دیگه هستن. تشکر از اینکه گزارش ما را بیننده بودین. میریم سراغ وقفه کوتاه، بعدش هم انشاءالله گزارش بعدی را همراه هموینجان افغان فراموش نکنید. حالا بریم سراغ یک وقفه کوتاه. تشکر از اینکه برنامه ما را تعقیب کردین. به خاطر دیدن ویدیوهای قبلی ما اینجا را کلیک کنید و به خاطر دیدن ویدیوهای بعدی ما اینجا را کلیک کنید و به خاطر پیوستن همراه ما سابسکرایب کنید.